تاکسی پاریس قسمت دوم. یک روز دیگر. او می گفت ساعت 9 صبح بود. با زنگ تلفن از خواب بیدار شدم و جواب دادم. آقایی از آن طرف خط وقتی صدای خواب آلودم را شنید سلام کرد و گفت مثل اینکه شما را از خواب بیدار کردم. مرا ببخشید. من یکی از مسافرین دو روز قبل شما هستم. خانم، من چیز مهمی را در اتومبیل شما جای گذاشتم. با تعجب گفتم من چیزی ندیدم. گفت من مطمئن هستم. گفتم پس اگر چیزی جا گذاشته اید نصیب مسافر بعدی شده و من اطلاع ندارم. با لحن التماس‌آمیزی گفت خانم، شما نمیدانید کجا گذاشتم. لطفاً یک قرار با من بگذارید تا آن را بردارم. گفتم آقای محترم چطور؟ من نمیدانم که در ماشینم چیزی به جای مانده یا نه. گفت قسم میخورم من آدم مزاحمی نیستم. به ناچار گفتم بسیار خوب، کجا شما را ببینم؟ تا شما آنچه را که جای گذاشته ای و من بیخبر هستم بردارید. گفت برای نهار در کافه ایکس دعوتتان میکنم. گفتم آقا من وقت ندارم و باید به دنبال کارم بروم. با سماجت گفت هرچه شما بگویید نهار میخوریم. خواهش میکنم دعوت مرا قبول کنید. با اکراه پذیرفتم و سر ساعت معین سر قرار حاضر شدم. جلوی در کافه ایستاده بود. به محض اینکه دیدمش شناختمش. او مردی بود حدود 45 سال و بسیار موقر و باکلاس. او دو روز پیش یکی از مسافرین من بود. سعی می کرد که سر صحبت را با من باز کند، اما مسیرش کوتاه بود و زود به مقصد رسید. دست یکدیگر را به گرمی فشردیم. خودش را جان معرفی کرد و مرا به درون کافه سر میز غذایی که قبلا رزرو کرده بود دعوت کرد. گفتم بهتر است اول شما چیزی را که در اتومبیل من جا گذاشته اید بردارید. من که هرچه نگاه کردم چیزی نیافتم. لبخندی زد و گفت من در اتومبیل شما چیزی جای نگذاشتم. خانم زیبا، من قلبم را در دستان شما جای گذاشتم و فقط میخواستم حالش را بپرسم و خیال گرفتن آن را از شما ندارم. خنده ام گرفت. نمیدانستم در پاسخش چه بگویم. روبروی یکدیگر نشستیم و غذایی را که قبلا سفارش داده بود برای من آوردند. او مرتب اظهار عشق و علاقه می کرد و من که خسته از این حرف ها بودم دقیقه شماری می کردم که زودتر نهار صرف شود و با او خداحافظی کنم. اگر آدم مبادی آدابی نبود همان لحظه او را ترک می کردم. او خودش را وکیل معرفی کرد و بسیار اظهار علاقه می کرد که ارتباط ادامه پیدا کند. بعد از صرف نهار و نوشیدن یک فنجان قهوه به او گفتم آنچرا که نزد من جای گذاشته اید بردارید، چون من دوست ندارم امانت داره کسی باشم. از آشنایی با شما خوشحال شدم و از نهارتان متشکرم، اما خواهش میکنم مرا به حال خودم بگذارید. و دستانش را به گرمی فشردم. او تا جلوی درب تاکسی هم مرا بدرقه کرد و اصرار داشت که در حد نوشیدن یک فنجان قهوه گاهی با هم باشیم. برای اینکه ناراحت نشود ظاهراً قبول کردم. از آن روز به بعد چندین بار زنگ زد و چون دعوتش را رد می کردم کم کم مرا فراموش کرد. چند لحظه ای ساکت شد. از او پرسیدم واقعا هیچ احساسی به این مرد پیدا نکردی؟ نگاهم کرد و گفت راستش را بخواهی چرا؟ گفتم پس چرا دعوتهایش را رد می کردی و جواب عشق و علاقهش را به سردی می دادی؟ گفت این برمیگردد به همان گذشتم که ازش گریزان هستم و نمیخواهم در موردش حرف بزنم. فهمیدم که در مورد سوالاتم زیاده روی کردم. از او عذرخواهی کردم و قرار شد جلسه بعد در یک کافه یک دیگر را ببینیم که او هم راحت تر بتواند بنشیند و صحبت کند.
یک روز دیگر. شب قبل دیر به خانه آمده بودم و فردایش حدود ساعت 10 صبح از تخت بیرون آمدم. خستگی تمام وجودم را فرا گرفته بود، اما چاره ای نبود و میبایست به کارهای خانه میپرداختم و نامه های اداریم را پاسخ میدادم. سرانجام بعد از اتمام کارهایم یک ساندویچ کوچک برداشتم و تاکسی را روشن کردم و به طرف قرارم با شما آمدم. راستش در تمام مسیرم فکر میکردم از کدام خاطره با شما حرف بزنم. لبی به فنجان قهوه اش زد و گفت: دیروز که از شما جدا شدم، ابتدا گرفتار دو خانم مسن فرانسوی شدم که بسیار غر می زدن و از تاکسی ها شکایت می کردن. مسافر بعدی هم یک آقای آفریقایی بود که چشمش را روی تاکسی متر از روی تاکسی متر بر نمی داشت و مرتب تذکر می داد که از راه نزدیک تری بروم. و سرانجام در شانزلیزه دختر جوانی جلویم دست بلند کرد. تعداد زیادی پاکت دستش بود و مشخص بود که خرید زیادی کرده است. او آدرس خیابانی در نیمه شهر را به من داد که نسبتاً دور بود. تاکسی رقم 47 یورو را نشان می داد که گفت: همینجا بایستید، و اشاره به آپارتمانی کرد. توقف کردم. دختر گفت: من هرچه پول داشتم خرید کردم، منتظر شوید بروم از مادرم پول بگیرم و بیاورم. چاره ای نبود. به او گفتم: یکی از پاکت هایتان را نزد من بگذارید و بروید. دخترک قبول کرد و یک پاکت بزرگ را روی صندلی عقب گذاشت و رفت. همانجا ایستادم. دخترک وارد آپارتمان شد، اما دیگر از او خبری نشد. تاکسی متر رقم 65 را نشان می داد و من دیگر از بازگشت او ناامید شدم. داخل پاکتی را که گذاشته بود نگاه کردم، غیر از یک مش روزنامه باطل شده چیزی نبود. خسته و عصبانی به پاریس برگشتم. حالا دیگر به خستگی هم عادت کردم و تبدیل شدم به زنی همیشه خسته، با رنگی پریده و چشمانی پف کرده که بعضی وقتها کلاه هم سرم می رود. پایان قسمت دوم.